سلیم همن. درود بر دوستان عزیز، ششمین جلسه از آموزش زبان سومر باستان، زبان آنوناکیا یا به روایتی زبان فرازمینی ها رو آغاز میکنم. اما قبل از دیدن این ویدیو لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنید، پست من رو لایک بکنید و اون رو به اشتراک بذارید و بدونید که میتونید در کلاس های تصویری و خصوصی زبان سومر و زبان های دیگر و فراروانشناسی من هم شرکت بکنید که شماره تلفن رو اینجا برای شما گذاشتم. در جلسه پیش در مورد زمایر ملکی صحبت کردیم، مال من، مال تو، مال او، و امروز هم ادامه میدیم. در جلسه پیش توضیح دادیم نو یعنی مال من، نو، زو یعنی مال تو و انی یعنی مال او. و در این جلسه در مورد ضمیر ملکی صحبت میکنیم که برای خونسا، حالت خونسا استفاده میشه. مثلا دیوار قصر باشه، میگیم دیوارش. اون دیوار متعلق به یک چیزی هستش که خونسا هستش. خب همینجور که میبینید، من میام این بره تخته. در اینجا ما کلمه رو داریم یا آیکونی رو داریم به نام بی. بی یعنی مال او، اما اینجا آنی برای انسان بود مال او، اما اینجا بی مال او برای خونسا، برای حیوان یا اشیا استفاده می شده. خب در اینجا ما آیکونی داریم که خونده میشه باد به معنای دیوار، و اینجا می بینیم که پس از اون باز آیکون بی رو داریم، یعنی خونده میشه باد بی یا باد بی، یعنی دیوارش. و اینجا این بی مشخصه که دارنده این باد یا دیوار خونسا هستش. مثلا ما میگفتیم وقتی نو رو میخواستیم بگیم، میگفتیم مونگو، مونگو، مو نام میشد، مونگو یعنی نام من. ولی من اینجا خب در واقع یا مذکرم یا مؤنث فرقی نمیکنه، برای هر دوش مونگو میومد. اما اینجا میگفتیم مونزو یعنی نام تو، پس بعدش ما این ضمیر ملکی رو استفاده میکردیم. اینجا هم این بی ضمیر ملکی بعد از باد میادش، و باد بی یا باد بی یعنی دیوارش، دیوار او. خب این آیکون رو میبینید، آیکون ای به معنای خانه هستش و گال به معنای بزرگ. ای گال یعنی خانه بزرگ، و خانه بزرگ به زبان آنوناکی یعنی همون قصر، به معنای قصر هستش یا کوشک. ای گال بی یعنی قصر آن، حالا قصر یک مالکی که میتونه سرزمین باشه، که وقتی مثلا سرزمینی به نام اروک باشه، اروک همون عراق امروز ماست، تلفظش بوده اروک که بعد به مرور زمان شده عراق. ببینید هم ریشه هم هست. این آیکون مال عراق است. اگه بخوایم بگیم مثلا قصری که توی عراق بوده و عراق رو به عنوان مصدر دارنده این ایگال بگیریم و نخواهیم خود اسم اروک رو بیاریم، کافیه براش بیاریم بی یعنی ایگال بی. مشخصه که این ایگال یا این قصر یا این پلس متعلق به یک شیء بی جان یا یک شیء خونساست، مثل اروک. خب در اینجا تیل بی، تیل میشد زندگی، تیل بی یعنی زندگیش یا زندگی او، که مشخص این زندگی متعلق به یک مصدر یا یک سورس بی جان یا خونساست. خب باد بی، ایگال بی، تیل بی، و این هم خود آیکون بی هستش که در انتهای اون اسمی که میخواید بهش اطلاق بکنیم میگذاریم. و این آیکون رو میتونید به حافظه بسپارید، اروک، این نام قدیم عراق به این شکل بوده، اروک. و این هم شماره تلفن بنده است که میتونید تماس بگیرید. امیدوارم که از این جلسه خوشتون اومده باشه. تا جلسه بعد شما رو به ایزد منان میسپارم. خدا نگهدار.